درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه بزرگترین نقطه قوت جمهوری اسلامی رو چی میدونی؟ بزرگترین نقطه قوت جمهوری اسلامی رو هیچی هیچ نقطه قوتی نداره. نداره دیگه, نداره دیگه. چی،, چی بگم بگم نقطه قوت نداره جمهوری اسلامی. نه چه نقطه قوت جمهوری اسلامی داره؟ والا پسش چ... بگید تا نه چی شاخه من نه واقعا چی من بگم ایشون ایشون به جای من بگه نقطه قوتش رو چند تا بگه. آخه از ایشون می‌خوام نقطه قوت پهلوی رو بپرسم. از شما هم خواستم که بالاخره آدم با یه چیز مخالفه حداقل یه نقطه قوت رو حالا از نظر خودش لاقل نمیتونه بگه. نه من فکر میکنم با همه نقطه قوتی در فساد اگه شما بخوای بگیری جامعه ایران امروز به مراتب فاسدتر از جامعه سال 57 هفته از نظر شکاف طبقاتی اگه شما بخوای بگیری زریب جنی اگه بخوای بگیری فاصله بین اقشار و لایه های کم درآمد و اقشار و لایه های پر درآمد امروز به مراتب خیلی بیشتر از سال 57 یعنی ما پس رفتیم از نظر مساوات و عدالت و اینها از نظر رشد اقتصادی اگه شما بخواید بگیری در دهه 50 50 تا 57 ما یه چیزی حدود 7 درصد 8 درصد رشد اقتصادیمون بوده الان رشد اقتصادی ما ظرف یک دهه گذشته صفر بوده ببینید از خیلی جهات اگه شما بخواید مقایسه بکنید ما نه تنها پیشرفت نکردیم بلکه به عقب هم رفتیم بنابراین فقط این نیستش که نسل جدید روی بغض و کینه علیه پهلوی علیه بغض و کینه اومده طرفداری داره میکنه از از پهلویا نه از جهات دیگر از جهت بیکاری از جهت فساد از جهت ناامیدی از جهت سرخوردگی از جهت اینکه هیچ امیدی به آینده نداشته باشن نمیدونم از این جهت ها هم باعث شده که بگن ها مثل که پهلوی ها خیلی هم بد نبودن میدونی و بعد میان یقه منو میگیرن میگن واسه چی علیه پهلوی انقلاب کردین نونتون نبود آبتون چه دردی داشتین واسه چی آخه علیه پهلوی شما انقلاب کردین چقدر چقدر, چقدر ما اینو میشنویم که به ما گفته میشه که شما مدیونین شما باید پاسخگو باشین شما با با اینا واسه چی هم ما رو بدبخت کرد خودتون به جهنم ولی ما رو بدبخت کردیم دهه 60 ها رو بدبخت کردیم دهه نسل های بعد از انقلاب شما بدبخت کردیم با انقلابتون اینها چرا برای اینکه به جای اینکه گفته بشه آقای فرامرزی عزیز که آقا چرا انقلاب شد مشکل ما با پهلوی ها چه بود به جای اینکه ما بیایم اینو بگیم میایم این چیزایی که آقای قدری عبیانی میگه اون دوز بود اون هیز بود اون فاسد بود اون خراب بود اون با چمدون تریاک میبرد اون یکی با نمیدونم چیف سامسونت هروئین می آورد خوش مهملات اینجوری رو میگیم در حالی که وقتی شما نگاه میکنین در حالی که شما وقتی نگاه میکنین این سال پنجاب و هفت که انقلاب شد ما از نظر اقتصادی وضعمون اصلا و ابدا بد نبود اصلا قابل مقایسه نیست با وضع امروز شما فقط یه آمار بگیر آقای فرامرزی بیا آمار بگیر ببین سال 1350 چه تعداد از ایرانیا به خارج از کشور سفر میکردن سال 1350 بعد مقایسه کن سال 1355 ببین چقدر ایرانیایی که به خارج میرفتن افزایش پیدا کرده ایرانیایی که به سفر حج می رفتن ایرانیایی که اتومبیل شخصی داشتن آقا جون سال پنجاب از هر صد خانوار در ایران چند خانوار اتومبیل شخصی داشتن همون پیکان یا هر اتومبیل دیگه و سال دارد. 55 چقدر داشتن سال 50 چه تعداد از ایرانیا خانوار چ... یعنی چند خانوار از ایرانیا فرزندانشون در غرب تحصیل میکردن در آمریکا در ایتالیا در آلمان در فرانسه تحصیل میکردن سال 55 سال 1350 چه تعداد از ایرانیا تلویزیون رنگی داشتن سال 55 چه تعداد داشتن ببینید تمام اینها نشون میده که در فاصله 50 تا 55 اتفاقا ما در حال ما در حال پیشرفت اقتصادی بودیم جامعه در حال تغییر و تحول اقتصادی بود یک نسلی از آنتروپورون را به وجود آمده بودند در سالهای آخر حکومت شاه دهه آخر خیامی ثابت پاسال لاجوردی ها رضایی ها ایروانی ها ببینید شما باور نمی کنید ولی سال 50 51 52 ما صادرات کفش داشتیم به ترکیه به ایتالیا به به روسیه و اگر که نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود اگر حکومت محمد رضا شاه پهلوی سقوط نکرده بود قطعا ظرف یک دهه دیگه ایران واقعا از نظر اقتصادی یکی از موفق ترین کشورهای خاورمیانه بود شما فقط حجم سرمایه های مادری که صورت گرفته بود تو دهه پنجاه یعنی از فاصله پنجاه تا پنجاه هفت تو مس تو زوباهن تو آلمینیوم تو پتروشیمی قراردادهای سنگینی که با ژاپونیا بود با نمیدونم فرانسویا بود ببینید اینا رو با اینا رو وقتی شما میاد منکر میشید اینا رو وقتی شما میاد منکر میشید و یه مش که مادرش ها خراب بوده پدرش هم فاسد بوده اون یکی هم عرخور بوده اون یکی هم تریا وقتی اینجوری میاید نگاه میکنید اون وقت نتیجهش میشه دهه هشتادی ها که میگن درود بر پهلوی ها و میخوان سر به تنی شما ها نباشه از بس دروغ گفتید شما از بس تبلیغات پوک و پوچ و بیمعنا کردید اگر شما واقعیت ها رو بیاید بگید نمیاد یقه منو بگیره بگه چه دردت بود واسه چی انقلاب کردی چرا اومده 43 سال تلویزیون دست شما بوده رادیو دست شما بوده تیریبون نماز جامعه دست شما بوده آموزش پرورش دست شما بوده دانشگاه دست شما بوده 43 سال 44 سال شما شبان و روز تبلیغ کردید حالا بعد از 43 4 سال نسل جدید اومده میگه واسه چی انقلاب کردید پس شما چیکار کار میکردید تو این مدت حالا اومدن یقه ما رو گرفتن میگن یا مزدور بودین یا وابسته بودین یا روشنفکر احمق بودین یا تشخیص نداده بودین یا آیت الله خمینی یه, یه،, یه،, یه روحانی 70 ساله سر همتون کلا گذاشت ببینید چقدر تحریف تاریخ داره صورت میگیره بفهم دلیل اصلی که انقلاب کردیم چی بوده دلیل اصلی که انقلاب کردیم دلیل اصلی که انقلاب کردیم این بودش که اون پیشرفتهایی که صورت گرفته بود رو انکار نباید بکنیم به هیچ وجه پیشرفتهای اقتصادی رو انکار نباید بکنیم ولی چرا انقلاب شد برای اینکه انتخابات آزاد نبود برای اینکه مطبوعات آزاد نبود برای اینکه احزاب و تشکلهای سیاسی آزاد نبودند برای اینکه پنج هزار زندانی سیاسی بود برای اینکه زندانیان سیاسی شکنجه می‌شدند. چرا انقلاب کردیم برای اینکه سال 1354 یا 55 مارتین آنلز رئیس امنست اینترنشنال رئیس سازمان عفو بین تو گزارشی که میده میگه که ایران از نظر پایمال شدن حقوق بشر یکی از بدترین کشورها هستش سال 54 55 منتها ببینید ما اینا رو نمیایم بگیم چرا ما اینا رو نمیتونیم بگیم واسه اینکه توف سربالاست توف سربالاست اگه من الان بیام بگم که واسه این انتخاب کردیم که انتخابات آزاد باشه واسه این انتخاب کردیم که قوه م... قوه قضایی نوکر حکومت نباشه هرچی حکومت بگه محکوم بکنه اینه اعدام کن اونو بکش اونو بزن اونو بگیر قوه قضایی بیاد انجام بده ما واسه این ان... انقلاب کردیم که قوه قضایی غذایه... تصمیم قوه قضایی مستقل باشه مثل ژاپن مثل هند مثل آمریکا مثل فرانسه ما واسه این چیزها انقلاب کردیم ما واسه این انقلاب کردیم که شما بتونی از محمد رضا شاه پهلوی انتقاد بکنی بتونی با محمد رضا شاه پهلوی مخالفت بکنی بتونی بگی اعلی حضرت این سیاستتون اشتباهه اون یکی هم خطاست و این بعد اینجوری باشه اون بعد اونجوری باشه نه نبوده اینه ما به ما خاطر این چیزها به خاطر آزادی دموکراسی حقوق و بشر ما به خاطر اینا انقلاب کردیم منتها چه جوری این بیاد بگه که ما به خاطر این چیزها انقلاب کردیم چون یقهشو میگیرن میگن اگه واسه این چیزا انقلاب کردی پس کوشش بنابراین مجبور بیاد بگه که اون خراب بود اون فاسد بود اون هیز بود این با اون رابطه داشت اون هروئینی بود بیاد این محملاتو بگه واقعیت ها رو نمیتونه بیاد بگه برای اینکه عرض کردم توف سر بالاست چون اگه من بگم که ما واسه دموکراسی انقلاب کردیم ده هشتادی ها توف میندازن تو صورت من میگن اگه واسه دموکراسی کردی، مردی که کوپ کو انتخابات آزاد این مجلسه که الان آقای آقای غالی رئیسشه اینه این مجلس چه فرقی با مجلس زمان شاه داره زمان شاه میگفتن بله قربان الانم میگم بله قربان زمان شاه مجلس هیچ اختیاری از خودش نداشت الان هم هیچ اختیاری از خودش نداره آقای رئیسی هیچ اختیاری از خودش نداره امیر عباس و عبیده هیچ اختیاری از خودش نداشت ما واسه اینا انقلاب کردیم بابا جون شما برید مصاحبه های امام رو نگاه بکنید تو پاریس امام از ده مهر نهم دهم مهر پنجا هفت که آمدن پاریس تا دوازده بهمن که سوار تیاره شدن آمدن تهران فرودگاه مهرآباد ایشون یه تعدادی مصاحبه کردن که 128 مصاحبهش آقای فرامرزی 108 مصاحبه امام ثبت شده چاپ شده اینا سال 60 61 برای اولین بار چاپ شده چند بارم تجدید چاپ شده بابا جون تو اون 128 مصاحبه آدمایی که میرفتن با آیت الله خمینی تو نوفل لوشاتو مصاحبه میکردن راجبه چی با از ایشون میپرسیدن میگفتن شما چه،, چه, موسیقی دوست داری شما چه رنگی دوست داری شما از کدوم خواننده خوشت میاد نه میگفتن آقا دلیل مخالفت شما و ملت ایران و مردم ایران با رژیم شاه چی آیت شما چی میخواین او چه کرده که شما مخالف هستین بابا این 128 مصاحبه هست یک بار ایشون نگفته که مرگ بر آمریکا یک بار ایشون نگفته که ما بعد از اینکه انقلاب کردیم میخوایم اسرائیل نابود بکنیم یک بار نگفته که هستش دیگه آجون بریم این مصاحبه رو بخونیم بریم سخنرانی شهید بهشتی رئیس جبهه ملی رئیس حزب توده بریم سخنرانی اینا رو بخونیم اینا رو بچینیم بغل همدیگه وقت مشخص میشه که آقا درد مردم چی بوده واسه چی اومدن انقلاب کردن واسه چی اومدن راه پیمایی کردن واسه چی اومدن تظاهرات کردن آخه شما اینا رو نمیخواین در نظر بگیرین یه سری توری میدین یک بار ایشون نگفت زندانی سیاسی مشکل ما زندانی سیاسی بوده یک بار ایشون نگفت انتخابات آزاد یک بار ایشون نگفت حاکمیت قانون یک بار ایشون نگفت محدودیت و... ما واسه چی انقلاب کردیم واسه اینکه حکومت هر که دلش میخواد حق نداره بکنه واسه اینکه قدرت حکومت محدود هستش به قانون به قانون اساسی شما یه بار یه عمل نشون بده تو این چهار سال که رهبر خواسته باشه انجام بده مقام معظم رهبری خواسته باشه انجام بده بگه من میخوام این کار رو انجام بدم من میخوام این سیاست رو اعمال بکنم ولی قانون جلوی منو گرفته شام همینجوری بود شام هر کاری که دلش میخواست هر کاری که فکر میکرد درسته انجام میداد رهبری هم هر کاری حکومت هم هر کاری که دلش میخواد انجام میده ما انقلاب کردیم که حکومت هر کاری که دلش میخواد نتونه انجام بده که حکومت فقط کارایی رو بتونه انجام بده که طبق قانون میتونه انجام بده ما واسه چی انقلاب کردیم؟ واسه این انقلاب کردیم که حکومت وقتی سیاستی را اعمال کرد وقتی تصمیمی رو گرفت به مجلس پاسخگو باشه چه پاسخگویی وجود داره؟ آیا در قبال اینکه ما در سوریه هستیم پاسخگویی بوده آیا در قبال سیاست هسته ای که مملکت رو به بیچارگی کشونده به فقر کشونده سیاست هسته به فلاکت کشونده چند بار اومدن تو مجلس پاسخ دادن که این سیاست هسته ای رو ما واسه اینا انقلاب کردیم بنابراین نمیتونن اینا رو بگن میگم ولی و و میدونیم مجبورن اینا رو بگن چون اگه بخوان به واقعیت رو بگن آدما میگن که ای واسه اینا انقلاب کردین پس این چیه این که بدتر از زمان شاه شده از خیلی جاهات چرا چرا دانشگاه ها چرا دانشجو مثل الان که دانشجو چجوری جوری علیه نظام جمهوری اسلامی هستن زمان شام دقیقا اینجوری بود زمان شام دقیقا اینجوری بود دانشجو طرفدار انقلاب خیلی زیادن دان باشه طرفدار انقلاب خیلی زیادن باشه اگه 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 شما اگه, شما اگه, شما راست میگی اگه شما راست میگی اگه شما راست میگی رو تو اون ور کن بگو من با هیچ کسی کاری ندارم هر کی موافق ماست بیاد تو میدون آزادی هم نه تو به ایزهرا جمع شن شما حتی اونم میترسی انجام بدی که هر کی موافق ماست بیان جمع شن آره آره که آره. هر کی موافق ما هستش بیاد جمع شن آره آره, آره. شما مخالف شما مخالف شما آمانید. شما میگه اجازه شما... به مخالفین شما عزیز من شما کوچکترین اجازه به مخالفینت نمیدی شما خیلی راست میگی من, من نمیگم اصلا همه 85 میلیون طرفدار شما هستن طرفدار جمهوری اسلامی هستن راست میگی مردش هستی بگو آقا هر کس که هر کس که با من موافقه من روم اون میکنم بیایم بریم تو بی زهرا، تو بیابونای که بین بی زهرا قوم هستش که نگیم حمله میکنن به بانگ و حمله میکنن نمیدونم به سطح آشغال آتیش میزنن و اینها ببینید جان کلام تمام حرف من این هستش که نظام جمهوری اسلامی نمیتونه بگه چرا انقلاب شد نمیتونه خجالت میکشه بگه چرا انقلاب شد چون اون وقت بهش میگن پس 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 اهداف و آرمان های انقلاب پس چی شده بنابراین مجبور بیاد چی؟ مجبور بیاد بگه که برای ما با آمریکا باید مبارزه بکنیم این سیبا کلام نوکر خاک بر سر سیبا کلام مرگ بر اسرائیل اسرائیل باید نابود بشه این, این هدف انقلاب ما بوده کجا نابودی اسرائیل هدف انقلاب ما بوده کی میگه نابودی؟ یه بار شما بیا تو قطنامه ها تو سخنرانی های دوران انقلاب تو تو مصاحبه های آیت الله خمینی یه بار شما بیا نشون بده که ایشون گفتن که مرحله اول تهران رو میگیریم مرحله دوم تل رو میگیریم چرا آمریکا ستیزی چرا مرگ بر اسرائیل چرا غرب ستیزی چرا استکبار ستیزی اومده جانشین اهداف انقلاب شده برای اینکه برای اینکه حکومت بیاد بگه پس انقلاب برای چی بوده ایشون مجبور بیاد بگه مزالک مزالک این به عنوان آخرین جمعه مزالک من به حکومت جمهوری اسلامی میگم که آقا جون شما مگه نمیگید که ما رسالت داریم اسرائیل رو باید نابود بکنیم این رسالت کی به شما داده این رسالت کی به شما داده قرآن به شما داده خدا داده پیغمبر داده قانون اساسی داده کی به شما داده بیام یه نظر سنجی بکنیم یه نظرسنجی به ایرنا ایسنا اینا ای که مال حکومت هستن اینا بیان یه نظرسنجی بکنن اگه نصف علاوه که مردم ایران گفتن که بله بعد اسرائیل رو نابود بکنیم بسم الله اسرائیل رو نابود بکنیم ولی من با تمام وجود معتقدم که شاید ده درصد مردم ایران هم نگن که ما میخوایم اسرائیل رو نابود بکنیم ما بعد اسرائیل رو نابود بکنیم 90 درصد مردم ایران میگن واسه شما به ما چه مربوطه دعوای بین عربا بین فلسطینیا بین بین یهودیا بین اسرائیل. به ما چه مربوطه بله یه زمانی یه زمانی یاسر عرفات اومد ایر... ای... تهران ب ب هزاران نفر رفتن استقبالش بله اون موقع اگه شما نظرسنجی میکردی 80-90 درصد مردم ایران میگفتن مرگ بر اسرائیل و بله ما باید اسرائیل نابود بکنیم ولی اگه راست میگین اگه مردش هستین بیاین الان نظر سنجی بکنین ببینین چند درصد از مردم ایران میگن که اسرائیل باید نابود بشه چند درصد از مردم ایران میگن مرد بر آمریکا چند درصد از مردم ایران میگن مرد بر انگلیس مرد بر فرانسه چند درصد مرد بر... چند درصد از مردم ایران سیاست نوکری روسیه رو از شما قبول میکنن به حضرت عباس شاه استقلالش در برابر آمریکا خیلی بیشتر از استقلال اینا در برابر روسیه ای امروز بود به همه مقدسات عالم قسم یعنی هر جوری که شما میخواید بچینی میبینی شاه خیلی مستقل تر از اینا بوده در رابطه با آمریکا که اینا هستن در رابطه با روسیه اکاش ایشون هم و حکومت مطلوب ایشون هم هزار سند به نام خودشون زده بودن از اموال مردم اما به جاش یه دونه از خدمات رزاشار هم کرده بودن ای کاش ای کاش شما هم سه هزار سند به اسم خودت میزدی ولی یه دونه از کارهای محمد شاه پهلوی رم میکردی سپاس از همراهی شما لطفا فراموش نکنید سابسکرایب کنید ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستید اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین روی کلید جون یا تانکس کلیک کنید